همگی به خیر و شادی. بالاخره سید علی بعد از 4 روز خیز خوردن تو تشت پر از زهر، النهایه یه قلوپ اساسی از زهر اتمی کوف کرد و ممجواد زخیمشم زخم و زیلی برگشت به آغوش ولایت. اگه یادتون باشه خامنه صبح روز اول مذاکرات دست باچه شیجه زد وسط گنداب بسیجی ها و قپی اومد که آقا موسی کن به خط قرمز. در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنیم. یه خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. اینو گفتیم به مسئولین و موظفن که این حدود رعایت کنن، از هارت و هورت دشمنان و مخالفانم واهمه ای نداشته باشند و ترزی به خودشون راه ندن. ما از هارت و پورتای دشمن خبر نداریم، ولی از هورت کشیدن زهر توسط سیدنی با خبریم. حالا این خط قرمزی که میگفت چی بود؟ هیچی، حق غنی‌سازی، همون که ظریف هر چی زور زد و ظرافت به خرج داد نتونست حدودشو واسه خامنه رعایت کنه. This first step, let me be clear. This first step does not say that Iran has a right to enrichment. No matter what interpretive comments are made, it is not in this document. There is no right to enrich within the four corners of the NPT, and this document does not do that. Rather, the scope and role of Iran's enrichment, as is set forth in the language within this document, says that Iran's peaceful nuclear program is subject to a negotiation and to mutual agreement. And it can only be by mutual agreement that enrichment might or might not be able to be decided on in the course of negotiations. تنها حقی که واسه سیدری باقی مونده غنی‌سازی نشتجاتش، اونم پای منقلشه. اینجاست که من جواد کمرش اثبات میکنه و میفته به پت پت. سوال ها عمدتا حول محور همین حق غنی‌سازی هستش. آقای جانشری هم الان اعلام کردن که ما حق غنی‌سازی رو به هیچ وجه به رسمیت نشناختیم. آیا در توافقی که صورت گرفت بین ایران و 5 علاوه 1 کشورهای توافق نکردن که به گونه اظهار نظر کنن که حالا مبتنی بر اون توافقی باشه که صورت گرفته؟ من کاری به اظهار نظرهای کشورها ندارم. آمریکایی ها ادعا میکنن که حقی به عنوان حق غنی‌سازی به رسمیت نمیشناسند، بلکه برنامه های غنی‌سازی رو به رسمیت میشناسند. این موضعیه که یک کشور برای خودش میتونه داشته باشه و اون چی که مهمه برای ما، اون چی که عرض کردم، حق غنی‌سازی، حق غیر قابل انتزاع در MPT هم به رسمیت شناخته شده. هنوز ایچی نشده کرباس توافق جر خورد که ضعیف که اینو میگه. شما دیگه خودتون حساب داد و هوار نوچه های سیدنی رو بکنی. صبح بلند شدیم دیدیم یه قراردادی امضا شده که ترکمنچای است. با 4 میلیارد دلار ناقابل حق مسلم نظام را متوقف کرد. رو کنیز سنگ پای ظریفه. بله، ولی فقیه که 4 روز پیش 1 ساعت تمام روزه رعایت خط قرمز ها رو میخوند، حالا کارش به جایی رسیده که خودش باید بیاد و دستی به ریش بوزی ظریف بکشه و با یه نامه به شهبری پای خط خطی شدن خط قرمزش رو امضا کنه. جناب آقای رئیس جمهور، دستیابی به آنچه مرقوم داشته اید در خور تقدیر و تشکر از هیئت مذاکرات هسته ای و دیگر دستن در کاران است و می تواند پایه اقدامات هوشمندانه بعدی قرار گیرد. مگه هوشی هم واسه
مدت مونده که حالا بخوای اقدامات هوشمندانه بکنی؟ مگه خودت نمی گفتی یه قدم عقب بشینی باید تا تهش بری؟ بابا کجای کاری؟ کوسه ریشتو چسبیده داره همینجوری پس پسکی میبرده. دنبال اکبر برو. اگه دامن تو رو به نون و آب رسوندم، تو خوبه یه ولایت خودم تو رو چپوندم، دیگه واسه هم یکی فیگور نرمش نیا، ده رو بخور مردنی دنبال اکبر بیا، آخ دنبال اکبر بیا. Come on.